درود به شما دوستان فلسفه امروز درباره رمان فلسفی بیگانه نوشته ی آلبرت کامو فیلسوف فرانسوی قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات صحبت می کنم بیگانه رمانی نیست که درش فقط نکات فلسفی وجود داشته باشه بلکه کلیت این رمان بر محور فلسفه پوچنگاری خلق شده اصطلاح انگلیسی پوچنگاری ابسوردیزم هستش. ببینید با پیشرفت علم و دانش در جوامع بشری فلاسفه به این نتیجه رسیدند که شواهد و مستندات حاکی از این نیستند که جهان هستی به طور کلی معنایی داشته باشه یا هدف خاصی رو تعقیب کنه. پس زندگی انسان هم که جزی از جهان هستیه بی معناست. تا مقطعی از زمان این نهاد دین بود که به زندگی انسانها معنی می بخشید اما فلاسفه گفتند این درست نیست که یک مرجع برای زندگی همه انسان ها که هر کدومشون منحصر به فرد هستند یک نسخه واحد بپیچه. درست نیست که عده ای از افراد معنایی برای زندگی تصور کنند و اون معنا را به همه انسان ها تحمیل کنند. فیلسوفان اگزیستانسیالیست گفتند هر انسانی آزاده که به تنهایی برای زندگی خودش معنا خلق کنه. و هدف مورد نظر خودش رو تعقیب کنه. انسان نباید کورکورانه دنبال روی دیگران باشه و اجازه بده دیگران برای زندگیش تعین تکلیف کنند. بلکه باید با شناختی که از خودش داره به طور منحصر به فرد برای زندگیش معنا خلق کنه. ممکنه معنای زندگی پدر و مادری تربیت فرزندان باشه. معنای زندگی پزشکی ممکنه درمان کردن بیماران باشه. معنای زندگی فرد دیگری ممکنه کمک کردن به فقرا باشه. معنای زندگی دانشمندی تلاش برای ارتقاء علم از طریق کشفیات و اختراعات نو باشه. ممکن معنای زندگی من مطالعه کردن برای بالا بردن سطح آگاهیم و تدریس اون چه یاد میگیرم به دیگران باشه. به سالهای بسیاری میشه زد چون هر یک از ما انسانها ها میتونیم برای زندگیمون به طور منحصر به فرد معنا خلق کنیم. اما اما استثناءن افرادی وجود دارند که همین هم براشون قابل پذیرش نیست. معتقدند زندگی اساساً بیمعناست و تلاش برای تصور معنا در رابطه با چیزی که ماهیتش بیمعناست از خود اون چیز هم بیمعنا تره. ممکنه با خودتون بگید کسی که اینطور فکر کنه احتمالاً دست به خودکشی خواهد زد. الزامن اینطور نیست. چرا که خودکشی هم مشکلی رو حل نمی کنه؟ برای کسی که ذاتا پوچنگاره همه چیز بی پس خودکشی کردن هم بی برای او همونقدر که زندگی کردن بی زندگی نکردن هم بی همونقدر که بودن بی نبودن هم بی مثل آلبرت کامو پوچنگارانی وجود داشتند که نه تنها خودکشی نکردند بلکه خوب هم زندگی کردند چرا که پوچی زندگی را پذیرفتند با بیمعنای زندگی صلح کردند و به آرامش رسیدند. مسئله انسان پوچنگار فقط بودنه. او دیگه هیچ کاری به معنای بودن نداره. بنابراین ذهن و افکارش آزادند و تنها در خدمت محسوسات زندگی هستند. به این ترتیب او در هر لحظه تجربه بودن رو بسیار شدیدتر از سایر انسانها حس میکنه. در حالی که سایر انسان ها بیشتر مشغول سیر و سفر در موضوعات انتظایی و تخیلاتشون هستند. در لحظه زندگی نمی کنند چون دارند به معنای چیزی فکر می کنند که ذاتن بی معناست. مرسو شخصیت اصلی رمان بیگانه که در دوران قبل از استقلال الجزایر اونجا زندگی میکنه به طور ذاتی و ناخودآگاه پوچنگاره شخصیت عجیبی داره وقتی برای شنا کردن به ساحل میره با دختری آشنا میشه به نام ماری رابطه نزدیک و صمیمانه با هم برقرار میکنن و همون شب با هم به سینما میرند وقتی ماری میبینه مرسو پیرهن مشکی پوشیده میپرسه عزاداری میگه آره مامان مرده نمیگه متاسفم مادرم فوت کرده کلا جمله های او ساده مختصر و کوتاهند مثل کودکان صحبت میکنه چنانچه مثل کودکان فقط در لحظه زندگی میکنه. ماری میپرسه که این اتفاق افتاده؟ مرسو میگه دیروز. ماری تعجب میکنه و متوجه میشه که مرسو مثل انسانهای نرمال نیست. او به نوعی صداقت و راستگویی بی حد و حصر پای بنده. ممکنه هرون چه که باورداره رو به زبون نیاره ولی به هرچه بیان میکنه صادقانه باور داره. رفتار او نسبت به ماری بسیار مهربانانه است و از بودن با او لذت میبره. اما وقتی ماری ازش میپرسه منو دوست داری؟ پاسخ میده مطمئن نیستم ولی بعید میدونم. ماری میپرسه اصلا میخوای با من ازدواج کنی؟ پاسخ میده برای من فرقی نمیکنه. اگر تو دوست داری میتونیم ازدواج کنیم. البته مرسو فقط نسبت به ماری چون این رفتاری نداره بلکه نسبت به همه اطرافیانش با نوعی صداقت و راستگویی افراطی رفتار میکنه. هویت مرسو یک پارچه است. ظاهر و باطنش با هم فرقی نمیکنه. معمولا مردم اینطور نیستند. برای اینکه در جامعه با هم زندگی کنند و بتونن همدیگر تحمل کنند، ظاهری میسازند که باطنشون رو پوشش بده. این یک قرارداد اجتماعی نانوشته است. پرده که باطن انسان رو با ظاهرسازی پنهان کنه. برای اینکه در اجتماع پذیرفته بشه. همونطور که ما انسان ها از روی احترام یا هر چیز دیگه با پوشیدن لباس اندام های بدنمون رو از هم میپوشونیم به همین ترتیب با رعایت عرف جامعه باطن خودمون رو هم از همدیگه مخفی نگه میداریم. اما مرسو قادر به انجام همچین کاری نیست. نه که به خاطر پیروی از مکتب فلسفی خاص طور نباشه. او به صورت فیزیولوژیک اینطوره و به لحاظ غریزی چون این رفتاری داره. مرسو فیلسوف نیست. منش و رفتارش حاصل مکتب فلسفی یا تفکر خاصی نیست. اصولا تفکر مرسو محدود تر از تفکر دیگرانه. او فقط درباره محسوساتش فکر میکنه و تفکر او فراتر از تجربه های واقعیش نمیرند. این الزامن چیز بدی نیست. ببینید تفکر ابزاری برای نزدیک شدن به حقیقته. وقتی تفکرات انسان فراتر از محسوسات و تجربه های او باشند، از جایی به بعد، انسان به جای نزدیک شدن به حقیقت ازش فاصله می گیره. تا جایی که از دایره حقیقت خارج میشه تا جایی که به واسطه سوء استفاده از قابلیت تفکر یک جهان تخیلی در ذهنش خلق میکنه که متوجه تفاوتش با جهان واقعی نیست مرسو این مشکل رو نداره چون فراتر از محسوسات و تجربه های واقعیش به چیز دیگری فکر نمی کنه. مرسو با عرف جامعه بیگان است. با تظاهر کردن بیگان است. مرسو با قرارداد نانوشته اجتماعی بیگان است. اما پدیدهی به نام جامعه برای حفاظت از خودش چون این افرادی رو بیرحمان قضاوت می کنه. در داستان کتاب بیگانه مرسو مرتکب قتلی میشه که به خاطرش به اعدام با گیوتین محکوم میشه. حکمی بسیار سختگیرانه چرا که او بدون هیچ انگیزه و برنامه ریزی قبلی تحت تأثیر شرایط محیطی مرتکب قتل میشه. اتفاقی که نمیشه اسمش رو قتل عمد گذاشت و نه یک حادثه. اما هیچ کدوم از اینها مهم نیست. چون مرسو در دادگاه به طور غیرعلنی به خاطر شخصیتش قضاوت میشه و به خاطر پوچنگار بودنش محکوم میشه. انگار قتلی که انجام داده برای محاکمه او فقط یه بهانه است. دادستان در دادگاه میگه کسی که در مجلس ختم مادرش گریه نمیکنه و روز بعد از فوت مادرش با دوست دخترش خوشگذرونی میکنه انسان نیست. اما وقتی از مرسو میپرسند که آیا مادرش دوست داشته یا نه پاسخ میده معلومه که دوستش داشته مثل همه مردم. وقتی دادستان ازش میپرسه به چه علت مرتکب قتل شده میگه به علت خورشید پاسخی معنا که دادستان را از شدت عصبانیت دیوانه میکنه حالا ماجرا از چه قرار بوده روزی که مرسو با یکی از دوستانش روی ساحل قدم میزدند با مرد عربی مواجه میشند که نسبت به دوست مرسو خشم و کینه به دل داشته و اومده بوده اونجا تا باهاش تصفیه حساب کنه دوست مرسو میخواد اسلحه بکشه اما مرسو اسلحه را از دستش میگیره درگیری ایجاد میشه و دوستش با ضربه چاقوی مرد عرب مجروح میشه مرسو رو به خانه میبره و خودش که دچار گرمازدگی شدید شده بوده به ساحل برمیگرده که دوباره با مرد عرب مواجه میشه. مرد عرب خیال درگیر شدن با مرسو رو نداره فقط کمی خنجرش رو از غلاف بیرون میاره که مرسو بترسه و بهش نزدیک نشه. نور خورشید از تیغه خنجر مرد عرب انعکاس پیدا میکنه و لحظه چشم مرسو رو کور میکنه. او در حال گرمازدگی و استراب با تفنگی که در دست داره به سوی مرد عرب تیراندازی میکنه بعد چند ثانیه صبر میکنه و چهار بار دیگه به بدن به خاک افتاده مرد عرب شلیک میکنه همونقدر که عواطف مرسو غیر فعالند حواس پنجگانه او شدیدن فعالیت میکنند از این رو گرما رو با شدت بیشتری از سایر انسان ها حس میکنه حرارت نور خورشید در روز حادثه که باعث گرمازدگی او شد و همچنین انعکاس نور خورشید از تیغ خنجر مرد عرب عواملی بودند که باعث شدن مرسو تیراندازی کنه. برای همینه که وقتی دادستان ازش میپرسه به چه علت تیراندازی کردی؟ پاسخ میده به علت خورشید. اما هنگامی که دادستان ازش میپرسه بعد از شلیک اولین تیر وقتی دیدی که مرد عرب به خاک افتاده برای چی چهار بار دیگه به او تیراندازی کردی؟ مرسو سکوت میکنه و سکوت او دادگاه رو باز هم خشمین میکنه. اینطور نیست که او عمدن از پاسخوی خودداری کنه چون حقیقتا خودش هم توضیح برای این عملش نداره. خودش هم نمیدونه بعد از شلیک اولین تیر و گذشت چند ثانیه چرا چهار بار دیگه شلیک کرده. در واقع جست او بی بوده. عنصر اصلی جهان هستی از دیدگاه پوچنگاران نه آب و خاک و آتش و هواست، نه ارفان و معنویت، نه عشق و نه خداست. عنصر اصلی جهان هستی از نظر پوچنگاران بیمعناییه. در داستان بیگانه، خورشید که منبع اصلی حیاته، در اون روز گرم و آفتابی روی ساحل در رفتار مرسو ظهور میکنه و بیمعنایی رو در زندگی انسانها متجلی میکنه. مرگ مرد عرب بیمعناست. رفتار مرسو بیمعناست. دادگاه برای مبارزه با این بیمعنایی او رو به اعدام محکوم میکنه که به مرگ به این نماد بیمعنایی معنا ببخشه. که پوچنگاری رو انکار کنه. که بیمعنایی رو انکار کنه. البته راه دیگری هم بود. مرسو مجبور نبود اقرار کنه که بعد از شلیک تیر اول چند ثانیه صبر کرده و بعد چهار تیر بعدی رو شلیک کرده. در زمین میتونست بگه از اتفاقی که افتاده پشیمونه اما گفت از وضعیت که ایجاد شده ناراحتم ولی نمیتونم بگم پشیمونم. میتونست برای حفظ ظاهر بگه در روز خاک سپاری مادرم غمگین بودم ولی گفت خب غمگین نبودم چه کار کنم؟ محاکمه مرسون نمادی از مواجهه یک فرد پوچنگار با جامعه که او رو قضاوت میکنه تا بی معنا بودن جهان هستی رو انکار کنه یا حداقل تظاهر کنه که زندگی معنایی داره اما مرسو قادر به تظاهر کردن نیست با اینکه به اعدام محکوم میشه ولی انگار در این مرحله در مقابل جامعه که در چهره قاضی دادستان و هیئت جوری نماد پیدا کرده این مرسوی که پیروز میشه چرا که تا انتهای پروسه دادگاه مرسو حاضر به تظاهر کردن نیست. حاضر به انکار بیمعنایی اون چه که اتفاق افتاده نیست. اما یک مرحله دیگه باقی مونده. هنگامی که مرسو در چاردیواری تاریک سلول زندان روزها و شبها رو در انتظار لحظه اعدام سپری می کشیش به سراغ او میاد و گفتگوی جالبی با هم دارند. که این گفتگو مرسو برای اولین بار عصبانی میشه و صداش رو بالا می بره اجازه بدید قسمتی از متن کتاب رو که خلاصه کردم براتون بخونم. در سلولم دراز کشیده بودم و با طلایی شدن رنگ آسمان فرا رسیدن غروب تابستان را حدس می زدم. در این لحظه مشخص بود که کشیش وارد شد. به او گفتم که بنا به عادت او باید در ساعت دیگری می آمد. جواب داد این ملاقات کاملا دوستان است. پرسید برای چه همیشه از ملاقات من خودداری می کنید؟ جواب دادم به خدا اعتقاد ندارم. میخواست بداند آیا من از این مطلب مطمئنم؟ من گفتم که خیلی به این مطلب فکر نمی کنم چون در نظرم مسئله بی اهمیتی می آید. کشیش گفت مردم گاهی گمان می کنند که مطمئن هستند ولی در حقیقت این اطمینان در آنها وجود ندارد. در این باره چه فکر می کنید؟ جواب دادم ممکن است این طور باشد و ممکن است من به همه چیزهایی که شاید مورد علاقه هم هستند آگاه نباشم اما به چیزهایی که میدانم مورد علاقه هم نیستند کاملا آگاهم و اطمینان دارم که آنچه شما میگویید مورد علاقه من نیست کشیش از من پرسید آیا این نوحرف حرف زدن از فرط نامیدی نیست برایش توضیح دادم که من ناامید نیستم فقط میترسم و این طبیعی است گفت این صورت خدا به شما کمک میکند تمام اشخاصی را که من در وضع شما شناختم نهایتا به او پناه بردند. گفتم که آن اشخاص حق داشتند هر آنچه میخواستند را انتخاب کنند. اما من نمیخواهم کسی کمکم کند و دیگر وقت این را ندارم تا به چیزی که مورد علاقه ام نیست علاقه من شوم. کشیش عصبانیت خود را کنترل کرد و گفت دوست من اگر من با شما حرف میزنم برای این نیست که محکوم به مرگ هستید بقیده من همه ما محکوم به مرگ هستیم. من کلامش را قطع کردم و گفتم که این محکومیت با آنهای دیگر یکی نیست. گفت مسلما اما اگر شما امروز نمیرید دیرتر که خواهید مرد. آن وقت باز هم ترس پیش روی شما قرار خواهد گرفت. در آن زمان چگونه این آزمایش سخت را تحمل خواهید کرد؟ جواب دادم آن را درست همچنان که در این لحظه تحمل می کنم تحمل خواهم کرد. گفت پس هیچ امیدی ندارید و با فکر این که برای همیشه خواهید مرد زندگی می کنید؟ جواب دادم بله. گفت دلم به حال شما می سوزد و فکر می کنم که تحمل چون این طرز فکری برای یک انسان غیر ممکن است. کشیش با صدای استرابامیز و شتاب زده حرف می زد. فهمیدم که به هیجان آمده است و بهتر به او گوش دادم. گفت برای من محقق است که توبه شما پذیرفته خواهد شد. اما می بایست خودتان را از سنگینی بار گناهی که به دوش می کشید خلاص کنید. عدالت بشری هیچ اهمیتی ندارد، عدالت خداوندی است که همه چیز است. به او تذکر دادم که فعلا همان عدالت اول یعنی عدالت بشری مرا محکوم کرده است. جواب داد با وجود این چون این محکومیتی گناهانتان را پاک نخواهد کرد. گفتم من نمیدانم گناه چیست. آنها فقط به من فهماندند که من مقصرم و اکنون عواقبش رو میبینم. بیش از این نمیتوان چیزی از من خواست. گفت پسرم شما در اشتباه هستید. از شما شود بیش از این چیزی خواست. من از شما میخواهم که ببینید. کشیش به اطراف خود نگاه کرد و گفت از همه این سنگ ها درد و رنج نشت میکند. من این را میدانم و هرگز فارغ از غم و غصه به آنها نگاه نکردم. اما از صمیم قلب نیز میدانم که بدبختترین شماها از تاریکی درون این دیوارها بیرون آمدن صورت الهی را دیدند. می شود از شما خواست که این صورت را در این دیوارها ببینید. گفتم ما هاست که به این دیوارها نگاه می کنم. هیچ چیز یا هیچ کس در دنیا نبوده است که به خوبی این دیوارها شناخته باشمش. اتفاقا برای مدت طولانی صورتی را در میان آنها جستجو کردم و اون صورت صورت ماری بود. گرچه آن را هم بیهوده جستجو کردم و اکنون آن هم تمام شده است. در واقع من در این دیوارها جز سنگ چیزی نمی بینم. نه در و رنج می بینم و نه چهره الهی. من در این دیوارهای سنگی فقط سنگ می بینم. کشیش گفت تا این حد زندگی زمینی را دوست دارید؟ هیچ جوابی ندادم. وجودش روی من سنگینی می کرد و عصبانیم می ساخت. می خواستم بگویم برود و راحتم بگذارد. که ناگهان در حالی که به طرف من برمیگشت با لحن مخصوصی فریاد کشید نه nah, من نمیتوانم حرفهای شما را باور کنم مطمئنم که آرزوی یک زندگی دیگر به شما دست داده است جواب دادم این آرزو هم مثل آرزوی متمول بودن یا قهرمان بودن یا زیبا بودن چندان اهمیتی ندارد همه آرزوها در یک ردیفند او گفتم که دیگر حوصله ندارم اما باز میخواست با من از خدا حرف بزند اما من به طرفش رفتم و سعی کردم برای آخرین بار به با او بفهمانم که برای من وقت کمی باقی مانده است و نمیخواهم آن را با خدا از دست بدهم. به او گفتم شما هم با دیگران هستید و مرا قضاوت می کنید. گفت پسرم من با شما هستم اما شما نمی این مطلب را درک کنید زیرا قلبی کور دارید. من برای شما دعا خواهم کرد. آنگاه نمیدانم چرا چیزی درونم ترکید که با تمام قوا فریاد کشیدم و ناسزا گفتم گفتم به جای دعا کردن ترجیح می دهم که گورش را گم کند. چقدر از خودش مطمئن بود با وجود اینکه هیچ یک از یقینهای او ارزش یک تار موی زنی را هم نداشت. حتی مطمئن نبود به اینکه زنده است چون مثل یک مرده می زیست. درست است که من دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم اما به خودم مطمئن بودم. از همه چیز مطمئن بودم. بسیار مطمئن تر از او. من حق داشتم به روشی که خواسته بودم زندگی کنم. می توانستم به روش دیگری زندگی کنم اما این کار را نکردم. از نظر من هیچ چیز اهمیتی نداشت چون همه چیز بیمعنا بود. خب، در نهایت مرسوت روزها و ماهایی که در سلول تاریک زندان در انتظار رسیدن لحظه ادامه زندگیش رو به یاد میاره. از مبلمان و اساس اتاقش گرفته تا خاطره عشق بازی کردن با ماری، لذت تماس پوست بدنش با آب دریا هنگام شنا کردن، لذت دراز کشیدن روی ماسه های ساحل و گرم شدن بدنش زیر نور آفتاب. مرسو چون لحظات زندگیش رو در زمان حال زندگی کرده بود و چون فکرش رو معطوف به محسوسات و تجربه های واقعی زندگی کرده بود، انقدر از واقعیت زندگی خاطره داشت که میشد فقط یک روز زندگی کنه و بعد سالها خاطره محسوسات و تجربه های همون روز رو به خاطر بیاره. مرسو به کشیش گفت که اگر زندگی دیگری وجود داشته باشه اون رو صرف به خاطر آوردن تجربه های همین زندگی خواهد کرد. مرسو رو در ملعه عام ادام خواهند کرد و مردم از ادام او خوشحال خواهند بود. گویا اعدام مرسو به جرم پوچنگاری میتونه به زندگی بی معنای اونها معنا بده. مرسو رو ادام خواهند کرد به جرم افراد در حقیقت زیستن. مرسو رو ادام خواهند کرد چون با دیگران متفاوت بود. چون قادر به تظاهر کردن نبود. چون با قرارداد نانوشته اجتماع بیگانه بود. چون برای مردم یادآور این حقیقت بود که زندگی بی معناست. من به شخصه پس از خوندن رمان بیگانه نه از پوچنگاری دفاع می کنم نه فلسفه پوچنگاری رو به کسی توصیه می کنم اما سعی می کنم که پوچنگاران رو درک کنم و اونها رو بیرحمانه قضاوت نکنم ممنون که تا این لحظه همراه من بودید تا گفتمانی دیگر خرد یارو و نگهدارتون